اوکراین که کلن نیاین. بیایم قراره بهتون بگم چرا اومدم اوکراین. بچه سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. دمتون گرم بابت کامنت ها زیر ویدیوی آخر با دانیال. و حالا مثبت یا منفی بودنش زیاد کاری ندارم، ولی در کل بابت کامنت ها ازتون ممنونم و نظرات جالبی بودش اونجا. خیلی هم من هم دانیال که نظرات رو میخوندیم با هم دیگه ازش لذت بردیم، از بعضیش ذره ناراحت شدیم، ولی امروز تصمیم گرفتم بیام بیرون، بیام تو این پارک بدنها که تو بلاگ کریسمس اینجا آمده بودم. تصمیم گرفتم بیام یه ویدیو ضبط کنم و بگم که چی شد اومدم اوکراین. اومدم کافامو گرفتم چون بعد شیفت شبم و گفتم بهتره که حداقلش روزو با یه کافه شروع کنم که جلوی دوربین خواب‌آلود نباشم، زد بتونم راحت حرف بزنم. تایم کنکور بود و اون دوره‌ای که احساس می‌کردم هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و احتمالاً هیچ جایی هم قبول نشم، دیگه تش باشه آبیاری گیان دریایی همچی چیزی، که به فکرم رسیدش که آقا اصلا چرا اینجا بمونم، چرا تو ایران بمونم، یعنی بهتره که برم یه جایی من مهاجرت کنم. و با بودجه‌ای که داشتم تش میشد به همه کشورهای مثل اوکراین و روسیه و نمیدونم نیجریه مثلا، بورکینافاسو یکی از آپشنام بود. من تایم کنکور یه کلاس عربی میرفتم و اون استادم یه دانش آموز دیگه هم داشت، بذار اسمشو نگم، یه دختر خانمی بودش که دافولیتور، اون البته یک سال قبلش کنکور داده بود قبول نشده بود، رفته بود آذربایجان باکو که پزشکی بخونه و تصمیم داشتش که سال بعدش مهاجرت کنه به یک کشور بهتر، مثل این که تو باکو زیاد بهش خوش نگذشته بود. این استادم گفتش که من شماره این خانومه رو بهت میدم، تو باهاش صحبت کن ببین چند چنده دیگه، اون از چه طریقی میخواد بره، چجوری قیمت ها فلان اینا، ولی تلاشش رو بذار رو کنکور. منم گفتم چشم و هیچ تلاشی برای کنکور نکردم در حقیقتش. دیگه گفتیم که بریم اوکراین دیگه، بعد یه دختر خانم دافولی که خیلی همه چیز اوکیه یا فلان اینا، گفتیم بریم باش اوکراین و ایشالله که موزه. اینطور شدش که حالا اون به اطلاعات ایجنت رو داد و گفتش اینقدر پولشه که یه چیزی معادل فکر کنم 5000 دلار بودش، پول ایجنته و پول دانشگاه با هم دیگه، که بعدن در اومد که این اصلا بیشتر از 5000 دلار خیلی ها پرداخت کردن، یه سری مثلا 5000 دلار دادن، یه 10 میلیون هم به ایجنته دادن، یا یه سری مثلا 2 میلیون دادن، 3 میلیون دادن، برای قیمت ها متفاوت بودش. ولی آخه سنجابه اینجا خیلی باره. خلاصه که اینطوری شدش که ما رفتیم پیش ایجنته، گفتیم که یعنی خانواده هم گفتن گفتن این پسر ما ببرش، ایجنت هم گفت چشم 5000 دلار و ما اون 5000 دلار دادیم به ایجنته و مدارک هم دادیم بهشون و منتظر شدیم که سفارت اوکراین ویزای ما رو بده. برای چی این همه آدم داشتن میرفتن اوکراین اون سال، سالی که من رفتم 1397-98 بودش، چون یک سال وزارت بهداشت اومد تایید کردش دو تا از دانشگاه اوکراین و دانشگاه شفچنکو کیف که من توش درسم تموم کردم و دانشگاه کارازین خارکوف، که هر دو تا دانشگاه پزشکیشون رو تازه یه سال بود دانشکده پزشکیشون رو افتتاح کرده بودم و تمام رنکینگ جهانی که داشتم به خاطر مثلا درسای مثل حقوق علوم سیاسی اینجور چیزا بودش. خلاصه که حالا یه رشوه اون ایجنت ها که یه باند آذربایجانی بودش داده بودم به وزارت بهداشت و این دو تا دانشگاه تایید شده بودش و خب خودشون هم قطعا اونور تمام کنترل رو در دست داشتن، یعنی توی دانشگاه تو همه جا این آدم داشتن و کل دانشجوی خارجی رو کنترل میکردن، یعنی هر چقدر دلشون میخواست حال میکردن باش. منتظر ویزا بودم که ویزا اون دختره زودتر اومد و من اینطوری بودم که
ناراحت داغون که چرا ویزای اون اومده ویزای من نیومده، چون اون مدت یه سری ها ریجکت شده بودم و به خاطر همین ترسی نداشتم که ریجکت بشم و نتونم برم و تصمیم گرفتم یه حرکتی بکنم، تحسن کنم ریشا و موهام و نظرم تا زمانی که ویزام بیاد که میشه این عکسه که اینجا میبینید. بله هم اینقدر داغون مدت گذشت و این استرس و فلان و اینا که ویزا اومد و دیگه خیالم راحت شد. خلاصه که ویزا اومد و جمع کردیم که بیایم اوکراین. دیگه رسیدیم به قسمت جذاب خدافزی با خانواده و جذاب که نه دردناک خدافزی های توی فرودگاه و اینجور چیزها و جمع کردیم اومدیم اوکراین. تورا از تهران که داشتم میرفتم به استانبول، چون ما دو تا پرواز داشتیم دیگه، یه تهران استانبول بود، لیوور میخورد استانبول خارکوف. تو راه تهران تا استانبول نوشابه سفارش دادم، تو راه استانبول تا خارکوف انتخابا بیشتر بود شراب سفارش دادم. نمیدونم چرا این کارو کردم، یه لحظه احساسی هم خانواده نیستش، میتونم هر غلطی که دلم میخواد بکنم، ولی خیلی تمش بد بود و این اولین تجربه شرابم، اولین تجربه مشروبم بگم دیگه، به جز چند باری که اشتباه هم خوردم چون تو ظرف مالشهری ریخته بودم. رسیدیم به خارکوف و فرودگاه جذاب خارکوف، فرودگاه سوت و کور، یعنی از این فرودگاهی که تونل نداره پیاده باید بیای وارد سالن بشی و فلا اینا. رسیدیم به فرودگاه، بردم ما رو توی اتاقایی، پرسیدن چه پول داری، چرا اومدی اینجا، چرا ایران نموندی، اصلا چی کار میکنی تو؟ یعنی خود اونا هم تو تعجب بودن، این همه دانشجو خارجی تو یه بازه زمانی خیلی کوتاه اومدن اینجا درس مثلا پزشکی بخونن، همه ما میخواییم پزشک. فرودگاه که اومدیم بیرون دیگه کسی نبود، ساعت 6 بود، فرودگاه فکر کنم داشت میبست دیگه، چون ما رو همه رو تو اتاقی نبرده بودن، خیلی طول کشیده بود، بقیه رفته بودن، چرا ایرانی ها رو هم همش میبردش، یعنی دانشجوهای دیگه بودن خیلی راحت رفتن، عربا رفتن، هندی ها رفتن، ما ایرانی ها رو پرسید، ولی خیلی پرسید از آن. چمدون ها رو گرفتیم اومدیم بیرون، دیدیم بابا یه دوست آذربایجانی اومده با یه ون دنبالمون و میگه بریزین تو. سوار ون شدیم و اول بردن یه سری ها رو هتل، چون خوابگاه دیگه جا نداشتش، داشت میترکی، منو بردن خوابگاه، یه خوابگاه خیلی قدیمی درب و داغون که قبلا مثل اینکه زمان جنگ جهانی دوم تیمارستان بودی همچین چیزی، بعد تبدیل به خوابگاه شد. یه اتاقی که 4 نفر توش بودیم و یه میز داشتش با یه یخچال کوچیک با کتری برقی هم چیزی. رسیدیم اونجا و اون شرایط رو دیدیم و با 3 ترک هم اتاق شدم. منی که اصلا ترکی بلد نبودم، برام خوب خیلی سخت بود، چون اینا بین خودشون همش ترکی صحبت میکنن، آذری صحبت میکردن، سخت بود دیگه، ولی رسیدیم. به هر صورت رسیدیم خارکوف و با دانشگاه آشنا شدیم، فهمیدیم این گنگ آذربایجانی که میگن خطرناکتر از این حرف هست. یعنی ما فکر میگم مثلا در حد اینه که مثلا بگه انقدر بده ما بگیم نبریم دنبال یه نفر دیگه و مثلا اون کوتاه بیاده، ولی نه، اینا اینطوری بودن که یا پول رو میدی یا میدی، هر چی میخواستی باید پول میدادی دیگه، نمیدونم کارت اقامت تو میخواستی زودتر بگیری باید مثلا $500 میدادی، یه درسی افتادی نمره نیاز داری اشکال نداره $500 بده من اوکیش میکنم تو دانشکده، و تاش همه اینا قرار بودش دکتر بشن و برن ایران، اینش دردناکه. یه سری ها رو میشناسم که پکیجی میبستن، یعنی $1000 میدادن کل درس های اون ترم رو میبستن، اینه که بده. ما با همه اون سختی ها و مشکلات گذروندیم اون مدت خارکوف و اون یه سالو، تا رسید به بخش این که یه امتحان ورودی باید بدی برای کسایی که دوره آمادگیشون رو تموم کردن و درس های زبان روسی، زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک، ریاضی رو خوندن، همه اینا رو به زبان روسی تموم کردن اون دوره رو، یه امتحان ورودی باید بدن که بخوام وارد ترم پزشکی بشن. از قبل اینکه این قضیه امتحان شروع بشه زمزمه شده بودش که یه پولی بدین و این امتحانه رو پاس شین، یا پول ندادیم میافتیم. اون دسته ای که این قضیه توی جاشون نمیرفت که با پول بدن، خب پول ندادن، ولی یه سری ها از هم اول پول دادن و خب اونا به تب قبول شدن و وارد کورس پزشکی شدن. موندش دسته کسایی که پول ندن،
امتحان دادیم و افتادیم خیلی همون. و دانشگاه دید که داره یه موقعیت پولی خیلی خفنی از دست میده، چون همه این دانشجوهایی که افتادن قراره برن دانشگاه دیگه. تصمیم گرفت که شانس دوم بذاره. من زیاد حقیقتش منتظر شانس دومو نموندم، چون واقعا از این جو خارکوف خسته شده بودم، از این جو مافیایی که همه چی تحت کنترل این آذربایجانیا بود. تصمیم گرفتم بیام کیف. شما رو یادم میرفت. تونستیم یه ایجنتی رو پیدا کنیم تو کیف و بهش یه مقدار پولی دادیم، فکرم بود هزار دلار و پول دانشگاه هم که 3000 خورده ای بود، 3500 دلار فکر کنم. قرار بود با یه سری ها همخونه بشم که خدا رو شکر میکنم که همخونه نشدیم، چون اگه با اونا میرفتم خونه میگرفتم و خوابگاه نمیموندم، احتمالاً نه زبانم خوب میشد، نه با دانیال آشنا میشدم، نه خیلی از این اتفاقاتی که برام افتاد تو زندگیم، اتفاقای خیلی خوب، هیچ وقت این اتفاقات برام نمیافتاد. همخونه‌های احتمالیم دورم زدن و گفتن نه، ما میخوایم دو نفر با هم دیگه خونه بگیریم و تو دیگه برو دیگه. و من رفتم خوابگاه و یه اتاق دو نفره بهمون دادن، به من و یه پسر دیگه که اونم دنبال هم اتاقی بودش، خیلی پسر گلی بودش، حامد، امیدوارم هر جا هستش موفق باشه. با دانیال آشنا شدم. دانیال همون دانیالی که ویدیو قبلی دیدینش. با دانیال هم از طریق یکی از بچه‌هایی که مسئول خوابگاه بودش آشنا شدم، چون میگفتش اون فارسی حرف میزنه تو هم فارسی حرف میزنی، بیایم با هم دیگه دوست شیم. اینطوری شدش که ما با هم دیگه دوست شدیم و شروع کردیم به رفت و آمد و حرف زدن و من به اون فارسی یاد بدم و اون به من روسی یاد بده. و دمش گرم که بهم کمک کرد و هر چی که من الان تو زبان روسی میدونم مدیون دانیالم و قطعا اولیا هم همینطور. یک وقت دعوا نشه بینش. توی اون یه سالی که داشتم پزشکی میخوندم دلار خیلی بالا رفتش، این برای دوره ایه که دلار 12-13 هزار تومن بودش و من خب مطمئن بودم خانوادم نمیتونن خرج 5 سال دیگه تحصیلمو بدن و منم نباید فشار بیارم بهشون، چون میدونم خب خرج سنگینه واسه هر کسی، باشه سنگینه. وقتی تو با دلار 3000 تومان اومدی بیرون و یوی دلار میشه 12000 تومان، خب قطعاً توش برنامه‌ریزی واسه این قضیه نداشتی. تصمیم گرفتم که درس رو ول کنم و بگم آه همه نباید پزشک بشن که، ها یکی هم باید تور لیدر بشه، مترجم بشه. رفتم مترجمی زبان روسی و زبان اسپانیایی، که تو این قضیه هم بهم دانیال کمک کرد. تو همون دانشگاهی که درس میخوند، دانشگاه شفچنکو، گفتش که بیا همینجا دانشکده زبان شناسیش من آشنا دارم، کاراتو اوکی میکنم که بیای همینجا پیش ما درس بخونی. اون زمان البته دانیال درسش تموم شده، ولی یه سری از دوستاش هنوز دانشجو بودن که از طریق اونا تونستم وارد دانشکده زبانشناسی شفچنکو بشم. یه اتفاق قشنگی بود، چون تش با یه دختر خیلی خوشگل و با محبت آشنا شدم به اسم اولیا. این شد آشنایی ما با اولیا توی دانشگاه، توی حیات دانشگاه با هم دیگه آشنا شدیم و خیلی تجربه باحالی بودش. دیگه درگیر زندگی با اولیا و کار و یه کار فوق‌العاده پیدا کردم توی شرکت آمریکایی و درآمد دلاری خیلی خوب داشتم زندگی میکردم تا اینکه جنگ شروع شدش. من تمام مدت شیفت شب کار میکنم و زمانی که جنگ شروع شد کامل یادمه، ما از 1-2 هفته قبلش من و دوستم که با هم دیگه تو اون شرکت کار میکردیم و شیفتامون بعضی اوقات یکی میشد، میرفتیم سایت فلایت رادار رو چک میکردیم که ببینیم پروازهای اتراف مرز روسیه و اوکراین چجوریه. تا 2 هفته قبل جنگ یه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بودش که تمام مدت دور مرز اوکراین کنترل میکرد، یه سو آلت دورانی داشت میرفت میومد و این خیلی باحال بودش برام که داشتم نگاه میکردم چه اتفاقی داره میفته. یه هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی همش نزدیک مرز روسیه داره دور میزنه، کنترل داره میکنه مرز و فلان اینا. و روز جنگ اون هواپیمای دیگه نزدیک مرز نبودش، داخل کیف بود و داشت فقط کیف رو کنترل میکرد و ساعت 4 صبح دیگه هیچ هواپیمای نزدیک مرز روسیه و اوکراین نبودش.
ساعت 5 صبح که صدای انفجار شروع شد، هر سری هم این صدای انفجار نزدیکتر و نزدیکتر میشد. 3-4 تا انفجار شنیدیم، فهمیدیم که دیگه جنگ شروع شد دیگه. رئیس هم ساعت 7 صبح اومد گفت جنگ شده. گفتم آره میدونم. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم فعلا یه ساعت از شیفتم مونده، شیفتم تمام بشه میرم خونه. واقعا هم همینطوری شد، شیفتم تمام شد رفتم خونه خوابیدم. ولی دیگه بعدش بیدارم کردش اولیا و گفتش باید بریم، باید از کیف بریم و بریم به سمت شهر خودمون، شهر ایرپین که 30 کیلومتر از شهر کیف فاصله داره. احساس میکنم که اونجا امتره، ولی اشتباه میکنم چون زمانی که رسیدیم درگیری ها اطراف ایرپین شروع شد و همش صدای انفجار میومد. 2 روز تو ایرپین موندیم و تصمیم گرفتیم دیگه بریم به سمت لهستان و با هر چی سختی بودش، چون پولا رو همه رو منفجر کرده بودن که نیروهای روسیه نتونن وارد کیف بشن، ولی یه سری راه میانبر اون راننده تاکسی که ما رو می‌خواست برسونه کیف پیدا کرد و ما رو رسوند به ایستگاه قطار و از اونجا با قطارهایی که گذاشته بودن برای خارج کردن غیر نظامی‌ها، کیپ تا کیپ پر آدم بودش اون قطارها. با اون قطارها رفتیم به سمت لویف و از اونجا بعد چند روز رفتیم به سمت لهستان و از لهستان هم رفتیم به سمت برلین پیش یکی از آدمای روسی که کمک میکردش به اوکراینیا. خیلی آدم به شدت فوق‌العاده‌ای بودش، واقعا هر چی از معرفت این آدم بگم کمه و اون مدت خیلی به ما کمک کردش. یه اتاق به ما دادش و تقریبا کل خونه رو در اختیار ما گذاشته بود و خودش یه قسمت کوچیک خونه رو فقط برای اینکه کار کنه در اختیار داشتش. دمش واقعا گرم. بعد از برلین شرکت بهم زنگ زد و گفتش که باید بری باکو. یه شعبه تو باکو زدیم، باید بری اونجا به کسایی که جدید اومدن آموزش بدیم. منم تصمیم گرفتم برم، نمیدونم چرا، ولی رفتم باکو و واقعا پشیمون شدم از این کارم که چرا رفتم مثلا اونجا. تصمیم گرفتم دوباره برگردم اتحادیه اروپا، ولی هیچ کشوری بهم ویزا نمیداد که ورود کنم و از اونجا بخوام وارد اوکراین بشم. 3-4 تا کشور امتحان کردم و هر کدومشون یا گفتن نمیشه یا ریجکتم کردن. تش بدون ویزا وارد آلمان شدم، وارد برلین شدم با یه تبصره‌ای که اون زمان واسه اوکراینی‌ها و کسایی که تو اوکراین زندگی می‌کردن گذاشتن. تونستم فرودگاه استانبول رو متقاعد کنم که میتونم وارد برلین شم بدون ویزا و همینم شد و برگشتم اوکراین. الانم به یه دلیل اینجا گیر افتادم که نمیتونم بگم، ولی هر وقت وقتش بشه خودتون میفهمید. در کل توصیه من اینه که اوکراین که کلن نیاین. اگر اومدین خب ما خوشحال میشیم ولی نیاین. و اگر میخواین جایی برین، برین شرکت های مهاجرتی 3-4 تا شرکت برین، شرایطتون رو بهشون توضیح بدین، ببینین اونا چه راه حلی جلو پاتون میذارن. بهترین راه حل رو انتخاب کنین با توجه به درآمدی که داری، هزینه‌ای که می‌خواید بکنین. بهترین راه حل رو انتخاب کنین و برین اون کشوری که دوست دارین. مهاجرت اونقدرم سخت نیست. اولش 1-2 ماه اولش شاید سخت باشه، ولی بعدش اوکی میشه. دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا. بریم خونه دیگه. Sad.